تقریبا 20 سال میشه ما همین صدا نشنیدیم داشتیم. بچه‌ها استاد میشه. این مالیگهشون البته پاچه‌شون بوده دیگه. چهار طرفش آب است بین استرالیا. این کانادا خو یک ایالت است نه؟ به شنیدن سعودی ملی کشورهای مختلف بله دو سال خواهم شدن که روند باید ادامه پیدا بکنه. خوش امروز از 5 کشور دیگر را مورد نظر گرفتیم. درباره نروژ چی می‌دونید؟ نروژ صاحب نشنیدم. یکی از کشورهای بسیار سرد سیر است. فصل تابستان بارش بسیار کم است، سردیش بسیار زیاد است و همسرحد با یک شهرهای روسیه است. بسیار نوشجان و مردمش خیلی از گرمی بیغم هستند. نروژ را میگن که بام دنیا است مردمش، ولی مردمهای خوب هست گفتم میشنوم، چون که اینجا نروژی آمادگی است میگه دمی ناتو کدش. بسیاری میگه که 6 ماه روز است 6 ماه شب است. روز شب هم که هست میگه گروپ ها روشن است مثل روز وارد ماله میشه. آره این سرزمین را دوست میدارم بدانسان که ناهموار و باد و باران خورده با هزاران خانه که از دریا سر بر می آورد دوستش بدار و بدان عشق بورز و به پدر ما مادر ما بیندیش و به آن شب‌های افسانه‌گویی. ای مرد نروژی در آن خانه و کاشانه خدای بزرگت را سپاس گوی که پناه این کشور واسطه او بود. ما روزگاران تاریک نیز داشتیم. تمامی آن نبردهایی که پدران در آنها جنگیدند و مادران ما در آنها گریستند، خداوند آن همه دردها را از میان برد تا این که ما به حق خود دست یافتیم. به شک چقدر خوب. هر میگه تاریکی یک روشنی داره. مردم خدا تشویق میکنه که وطن خدا دوست داشته باشه، در سرزمین خدا آرام باشه. جای خرسندی است و جای احترام است که ما برش بکنیم. بسیار خوبش. خیلی متو متن خوب و متو دلسوزانه و میهن پرست و وطن پرست و خیلی عالی و خوب بوده. آرام بود دیگه، در دل خوب میششت، تسکین آرامش روح روانه میکرد. من را در احساسات میره که گریه کنم. درباره استرالیا چی می‌بینید؟ استرالیا میگه که زیادتر جزیره است، چی است، آب زیاد داره. به همگی گفته، هر جای شنیدیم، هر جای گفته شده شنیدیم که یک ساحه سرد مجاز است. خلاصه اون داخل بحر است میگن صاحب، چهار طرفش آب است. بین استرالیا کشتی ها زیاد میگردن میگه صاحب. استرالیا گفته شنیدیم. استرالیاییان یعنی کسایی که از استرالیا هستند. بله. بیایید همگی مسرور باشیم، زیرا که جوان و آزادیم، خاک از زر داریم، آسودگی از مشقت داریم. دورا دور خانه ما را دریا در بر گرفته، سرزمین ما آکنده از هدیه های طبیعی است، از زیبایی های پرحاصل و نادر. در صفحات تاریخ استرالیا مترقی را ببینیم. پس بگذار تا بانوای شعر بخوانیم، باشد تا استرالیای زیبا ترقی کنه. بسیار خوب مد نوشته کردم. منطقی ما یک کشور ما و سرزمین ما میگه یک سرزمین بسیار طبیعی است میگه. خوش ما را این بردن در استرالیا. همی ما مردم در فرقه عجزه یک وقت عسکر بودیم صاحب. همی یک چیز به ترامپوت میگفتیم که میزد ترامپوت، همی میزد ما سربازا از خواب بیدار میشد میدویدیم. چه خوب یک ترامپوتی داشته ای صاحب. تقریبا 20 چند سال میشه ما همی صدا رو نشنیده بودیم. دور خانه ما را دریای در بر گرفته، استرالیا حتما در بین بحر است. یک جزیره خشک است که چهار دوبرش بحر است. خب درباره کانادا چی می‌دونیم؟ کانادا گفته شنیدیم. کانادا خوب کشور است میگه، شنیدیم بهترین کشور است میگه صاحب. داخل بحر است میگه صاحب. بله کانادا گفته شنیدیم. بله دیگه معلومات نداریم. نه اونقدر زیاد پر معلومات نداریم. بله کانادا خو یک ایالت است نه؟ یا کشور است؟ شما چی میدونید؟ من میگم یک ایالت یک جای مربوط امریکا میشه. همین کشورهایی است در همسایگی امریکا است. ای کانادا خانه و سرزمین ما، عشق راستین میهندوسی بر تمام فرزندانت فرمان میراند. با دلهای پر از شوق میبینم که قد بلند میکنی. ای شمال زمین واقعی نیرومند آزاد، ای دوردست و پر وسط. ای کانادا ما به پاس تو برمیخیزیم، خداوند سرزمین ما را شکوهمند و آزاد نگاه دارد. ای کانادا ما به پاس تو برمیخیزیم. بسیار لذتمند مقاله نوشته کرده. ترانه و سرود ملیشان کوتاه، جالب و خیلی عاطفی، مستقیم با نام کشورشان. مای کانادا، ای کانادا میگه. Canada. بسیار ترانه را با سوز دل خوانده دیگه. فکر میکنم کدام استاد خانم بوده. محتوای اما سرود ملیشان هم بسیار با معنی بوده. بعضی سرود ملی هست آدم خوب آمد دواش میاره، بعضی سرود ملی هست آدم همیه میسازه، یعنی بسیار عالی بود. درباره یکی از همسایه ما که تقریبا همسایه گفتم میشن روسیه چی میدونیم؟ تا کسی که در نره نخواد که قدر معلومات زیاد داشته باشه. مگم سرد است مگم خوب جای است. من شنیدم که مردمای روسیه در افغانستان آمده بودن و حتی اینجا جای نشین شده بودن، اینجا کمپنیا و جایای فابریکه ها و گپا ساخته بودن و کشور روسیه که آمدن با ما کدام ضررش نرسیده. البته روسا اینقدر دوست بودن که تا بس بگی او مردم میخواست که بیا در ما نزدیک شو، میگفت تو دوست ماستی، میگفت برای ما نزدیک شو، میشان کدشان نان خورده ایم ما. اینقدر مردم های خوب بود روس. روسیه ای دولت مقصدمان، روسیه ای میهن عزیزمان. اراده بزرگ، شکوه و عظمت برای همیش از آن تو خواهد بود. پرشکوه باش ای سرزمین آزاد پدری ما. که فرزندانت از عهد باستان با هم پیمان برادری داشتند. خرد یعنی حکمت را نیاکانمان برای ما گرامی داشتند. بله. بدرخش میهنم که مایه افتخار ماییم. بشک. از دریاهای جنوبی تا شمالها، جنگلها و دشتهای من گسترش یافته ای. تو یکتایی، تو به همتایی. ای زادگاه خداوند نگهدار تو است، سرزمین پهناور و رویایی برای زندگی هستی. و تا سالها برای ما اینچنین مسمر خواهی بود. وفاداری ما و مادر زمین و ما قدرت می بخشد. پاینده بودی، هستی و همیشه میمانی. بسیار با احساسات و خیلی خوشایند دیگه. گفته وطن، نگفته مادر وطن. همه کس، همه انسان ها در هر نقطه دنیا که باشد باید سرزمین خود دوست داشته باشه. یعنی ترانه همیت یک متن داشته دیگه. گفتم مرا یک رقم میکنه که دلم میشه همین توی نمی سرم اینمی جوانم خوب یک پنجه گیریان کنم. بچه هم استاد میشیم. بسیار تشکر. تانست جذاب و جالب نشان به سرود ملی نارخ. بسیار خوبش. هر کس وطن خود دوست داره دیگه. هر کس از خود برادر افتخار وطن خود بلند میکنه. لیکن روسیه خوب دولت است. روسیه یک وقت بود برای ما مردم برادر گفتگان تا چونکه خوردیم توصیف میکنیم، نخورده باشیم چی میفهم را کوپون چیز میکرد، کوپون میداد، روغن میداد، آردرایی میکرد. بسیار یک دولت خوب بود. درباره لندن چی میدونید؟ UK. لندن نام خدا لندن کلگی میفهمه که یک جای بسیار دیدنی، پرنفوذ و قابل زندگی است. لندن کدام دولت از خودش؟ انگلیس. انگلیس ها. بسیار شاید کلان باشه دیگه، مگر اونقدر زیاد معلومات نداریم. فکر ما صد نمیرسه. ما ایده بچه بودیم میگفت که انگلیسی ها آمده، صاحب انگلیسان آمده برادر اینجا تحت تصارف خود گرفته. گفته شنیدیم. خدا ملکه ما را حفظ کند. زنده باد ملکه، ملکه نجیب ما. خدا ملکه را حفظ کند، او را پیروزی نصیب کند. خدا ملکه را حفظ کند، بهترین ها را نصیب او شود. عمرش دراز باد تا بر ما سلطنت کند. باشد که او از قوانین ما دفاع کند و به ما انگیزه دهد تا از دل بخوانیم خدا ملکه ما را حفظ کند. این ملکهشان البته پادشاهشون بوده دیگه. شاید ملکه رئیس جمهورشان شاید گفته باشند دیگه. ملکه در زمانش کدام رهبر اینا کدام چیز اینا ملکه بوده دیگه. یک رهبری که البته زن باشه درباره از او گفته شده بود. مثلا یک رئیس جمهور می باشه، یک وزیر می باشد، خصوصا طبقه خانما یک شینگ یک ذره نسبتا دیگه مردا دلسوز می باشند. خوب است. او خدا داد است، او کسی بخیل کرده گرفته نمیدونه از هر کسی که باشه. بسیار خوب. خداوند زنده داشته باشه. ما ملکه های زیاد داریم، به شرط که اگه کس قبولش کنه.